رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه شدن. خوش آمدید. آقای علیجانی، همزمان با کارزار ایرانیان خارج از کشور علیه مجازات اعدام در ایران، در داخل کشور هم شاهد هستیم که اعتراض و انتقاد داره میشه به این حکم حتی در سطح رسانه‌ای. ارزیابی شما چه هست از این موج اعتراضی به احکام اعدام در ایران؟ با سلام. این موج اعتراضی خب عکس العمل موج افزایش اعدام هاست بنا به دلایل مختلف که رو خارج از بحث ماست، ولی این هم نوایی که شما به دقت در گزارشتون منعکس کردین در داخل و خارج یک هم نوایی بسیار مهم هست. شما از آقای عبدی مثال آوردین، آقای عبدالله ناصری که قبلا مشاور آقای خاتمی بودن الان دیگه اصلاح طلب نیستن، گزارش طلبن. من اضافه بکنم بر این گزارشات، کانال تلگرامی ایران فردا یه مجموعه نظرخواهی کرده از آقای محمد توسلی که مثلا که دبیر یک حزب سیاسی هستن تا آقای علی طهماسبی که یک فعال فرهنگی هستن، خانم فیروزه صابر، خانم گوارایی، آقای مهدی زمانی و دیگران و دیگران. ببینید مجموعه این یک همنوایی بسیار جالب رو نشون میده. حالا چه اسمشو بیاریم چه اسمشو نیاریم، از ناصری و عبدی و مهدی نصیری گرفته تا جمهوری خواهان و رضا پهلوی دارن یه حرف رو میزنن. این یک همسویی مثبت هست. حالا مهم نیست ائتلاف بکنم با هم، ولی یک وحدت در عمل هست. شاید چند هفته بعد همین وحدت عملی و همسویی درست راهبردی رو در رابطه با نحوه انتخابات هم ببینیم. حالا در خارج از کشورم شما خبراش منعکس کردید، یک شهری که شاید بازتاب خبری کمی داشت، من بودم چند روز پیش در ویان، حالا اونجا ما رفته بودیم برای همایش یاد ایده امید. همین ایده‌ای که باید این همسویی ها در رابطه با ایده ها و اولویت های مشترک اتفاق بیفته، چیزی که ما حرفشون میزدیم تو خیابون ویان ما دیدیم. یه سری جوان های ایرانی آمده بودن، یک نمایش خیابونی گذاشته بودن. یه چیز جالبش این بود، یه آینه دایره ای رو در واقع روی پایه گذاشته بودن. شما جلو آینه میستادی صورت خودتون تو آینه میدیدین، ولی روی آینه طناب دار گذاشته بودن. یعنی هر کسی جلو آینه میستاد سر خودش رو در طناب دار میدید. حالا اپوزیسیون ایران سر یه دوراهی بزرگ هست، اکثریت اون به گمان من این راه رو انتخاب کردم، حالا اسمش مهم نیست، رسمش مهمه، که ما بایستی در رابطه با ایده ها و اولویت های مشترک همسویی و همصدایی داشته باشیم. همین حالا از داخل تا خارج در اون طیف گسترده‌ای که اسم بردم این هم نوایی اتفاق افتاده. یا برعکس، ما آقای مانان استانی یه طرح تلخی کشیده بود که یه دی رو دارن تیرباران میکنن اینها زیر چشمن، ولی دارن به هم لگد میزنن. این هم یه راهه که ما به جای این همسویی و هم نوایی عملی به همدیگه بپریم. متاسفانه یه دی همین چند پیش چند نفر از هموطنان کرد ما اعدام شدن، یه دی افتادن. حالا اینا یه بخشی لاتولومپن هستن، بخشیشون افراد افراطی هستن، بخشیشون اصلا مشکوکن، سایبری های نظام هن، که اینا کردن، تجزیه طلب هن، تروریست هن. اولا که اینا نبودن، ثانیا اصلا تروریست باشن فرضش، اگه تروریست باشن مگه کسی که به سلمان رشدی سوگست که میخواست ترور بکنه دارش دادن شکنجهش کردن؟ حالا این فرهنگ ساواک و سپاه رو یا باید این فرهنگ رو پیش بریم، یا اون فرهنگی که همین حالا شما اشاره کردین و از داخل تا خارج این همنوایی مؤثر در رابطه با اعدام پیش اومد. و چقدر اصلا احتمال داره که جمهوری اسلامی حالا تحت تاثیر این اعتراض ها اصلا در سیاست خودش برای تکیه به مجازات اعدام بخواد بازنگری بکنه به نظر شما؟ ببینید، آقای احمد منتظری در همین گفتگو با ایران فردا گفته بود اعدام ابزار حکومت برای کنترل مردم، حکومت به اعدام درمانی اعتقاد داره. همین آیت اعدام رئیسی جنایتکار که رئیس جمهورش هست نماد این روشه. ولی جامعه مدنی ایران، مخالفان ایران، اپوزیسیون ایران، فعالان سیاسی مدنی بسیار موفق شدن که این تیغ اعدام رو کند بکنن. ببینید، با دهه 60 اگه ما مقایسه کنیم و دهه های بعدی، واقعا اون موقع اینا بی حساب کتاب اعدام میکردن، هزینه نمی پرداختن، افتخارم میکردن. بعدا به اعدام های 67 هم افتخار کردن. الان همین مقاومت مدنی تیغ اینا رو کند کرده. خانم گوارایی در همین نوشتش در کانال ایران فردا گفته 41 نفر از بازداشت شدگان 1401 حکم اعدام دارن. من قبلا تا حتی 100 نفرم شنیده بودم، ولی ما اینو تونستیم با افزایش هزینه ها نمیتونیم به صفر برسونیم متاسفانه.
میکنه. ولی با افزایش هزینه میشه این تیغ اعدام کند کرد. فعالان داخلی بهترین تحلیل ها رو نوشتن در خارج از کشور که آزادی هست، بهترین فریادها و رساترین فریادها زده شد. این تیغ اعدام رو باید کند کرد، این همسویی عملی رو باید تقویت کرد. اگه این تمرین بشه، ما به تدریج بر اساس ایده ها و اولویت های مشترک میتونیم به ائتلاف هم حتی برسیم، نه ائتلاف های شتاب زده نزدیک بینانه و غلط. در جورجتان شکست خورد، ولی اگر بر اساس این پایه های محکم پیش بریم، میتونیم همسویی عملی داشته باشیم و ضمن حفظ همه اختلافات و حتی اختلافات راهبردی، ولی در سمت درست تاریخ بیستیم. رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما، سپاسگزارم از شما.